اما در خبرهای از ایران، یک روز بعد از نامه انتقادی نمایندگان محافظه‌کار مجلس، حسن روحانی رئیس جمهوری در سفر استانی قم پاسخ آنها را داد. آقای روحانی گفته است از انتقاد استقبال می‌کند، اما آنچه را نمی‌پذیرد تخریب دولت از سوی منتقدان است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. اینجا قم، در حالی که قرار بود حسن روحانی به استان خراسان برود، به قم سفر کرده است و این سخنان: ما همواره به منتقدان احترام می‌گذاریم و به اونها همانند حامیان می‌گوییم که از حمایت دولت برخوردار بوده و خواهند بود، اما تخریب در این کشور جایی ندارد. تخریبگران خانه کهنه خود را ویرانه می‌کنند. آقای روحانی میگوید آمارهای دولتش نشان میدهد عمل کرده او بهتر از دولت محمود احمدی نژاد است. مگر آمار اقتصادی این 18 ماه را خبر ندارند؟ مگر کنترل تورم را نمیبینند؟ مگر رشد اقتصادی را نمیبینند؟ رئیس جمهوری ایران پاسخ منتقدین تندروی دولت خود را میدهد. اون چیزی که مهمه این که در ماه‌های اخیر علاوه بر انتقاداتی که در حوزه سیاست خارجی بود، یک سری انتقادات فرهنگی هم از سوی بیت مراجع و شخصیت‌های بلندپایه در قم اوج گرفته بود که بعضی از رایزنی‌های مقامات دولتی هم نتونسته بود اونها رو کاهش بده. در یک موقعیت حساسی دولت قرار داره پیش از به نتیجه رسیدن دور اول مذاکرات و سعی می‌کنه که از گسترش صدای مخالفان و اهمیت یافتن قدرت نفوذ اونها جلوگیری بکنه. روز سه‌شنبه نامه‌ای در مجلس علنی شد که در آن صد نماینده از حسن روحانی خواسته بودند به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و توهین به منتقدان، به حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی بپردازد. البته اون موقعیت جغرافیایی که صحبت می‌کرد خیلی مهمه، چون در قم بود، می‌خواست یک جوری توجه مراجع و اون روحانیون رو جلب بکنه. بعدم باید توجه کنیم که 100 تا نماینده یک نامه رسمی برایشون فرستادن، یعنی سطح انتقادات در مورد نوع واکنش آقای روحانی به منتقدان بیشتر شد. به یک نوعی خواستش که یک فضا رو آروم بکن، چون قبلا رسانه‌های تندرو مثلا دائما با آقای روحانی میگفتن چرا با این ادبیات صحبت میکنی. الان صد نماینده مجلس که تعداد قابل توجهی هم بودن نامه نوشتن و سعی میکرد که به اونها یک نوع دلداری بده، و همه اینها در راستای کاهش تنش داخلی در راستای سیاست کلان دولت آقای روحانی هستش. طیفی از نمایندگان اصولگرا و نزدیک به رهبر مدعی امضای این نامه اند، اما خبرگزاری دولت میگوید 30 نماینده از 100 نماینده اصلا از وجود این نامه اطلاع نداشتند. حسن روحانی پیشتر هم از منتقدان محافظه‌کار خود به تندی انتقاد کرده بود و حتی موجب شد آیت الله خامنه‌ای از دولت بخواهد انصاف به خرج بدهد و عصبانی نباشد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.